Lift this up and take a listen, okay? با روی کار آمدن دولت جدید ایالات متحده، نگرانی مهاجران کم درآمدی که به این درمانگاه مجانی در پایتخت آمریکا مراجعه می‌کنند، افزایش یافته است. I think the language that's out there has been حرفایی که زده میشه مردم رو مشوش کرده. برخی از این سخنان برای گروهی یک حس ناامنی و بی‌ثباتی به وجود آورده. کسانی که درآمد کافی ندارند و یا کار خود را از دست دادن، از افزایش شکاف در سطح درآمد و ناگاهی سیاستمداران از جامعه آمریکا و مشکلات آن نگرانند. از 20 سالگی متوجه شدم بدون توجه به اینکه چه کسی رهبری کشور را به عهده داره، اختلاف درآمد رو به افزایشه. مشکلی که نه تنها در واشنگتن بلکه در سراسر کشور مشاهده می شود. از جمله در بخش یورک ایالت پنسیلوانیا. یکی از سازمان‌های غیرانتفاعی این بخش تنها در سال گذشته بیش از 900 هزار کیلوگرم غذا را در اختیار کلیساها و آژانس‌های قرار داد که به خانواده‌های نیازمند کمک می‌کنند. بسیاری از این خانواده‌های کم درآمد نیازمند بیمه درمانی، آذوقه مجانی و دیگر خدمات رفاهی هستند. آنها می‌گویند بدون این خدمات زندگیشان دشوار خواهد بود. مسئله ای که آمریکاییان امیدوارند سیاستمداران به هنگام گفتگو در مورد تغییر در خدمات رفاهی و بیمه درمانی آن را نادیده نگیرند.